بسم الله الرحمن الرحیم. ولو شاء ربک لآمن من فی الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. چون در این سوره مبارکه یونس بسیاری از وعده‌ها و وعیدهای الهی مطرح شد، کفار طعنی داشتن، می گفتن اگر این مسائل حق است چرا وعد و وعیدها عمل نمی شود، انجاز نمی شود؟ ذات اقدس الهی پاسخ داد که این جواب را باید خود مردم بدن، نه دین. دین مردم را آزاد گذاشته. خدای سبحان اگر بخواهد به اجبار مردم را مؤمن کند می تواند، ولی این سودی ندارد و تأخیر نشانه بسلان اون وعده یا وعید نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که مشیت الهی دو قسم است، تکوینی و تشریعی، را بحث دیروز گذشت. مطلب سوم این است که آزادی انسان هم دو قسم است، آزادی تکوینی و تشریعی. خدای سبحان بشر را تکوینن آزاد خلق کرد که هر راهی را خواست برود مختار است، لاشن تشریعن او را راه نمایی کرده است که همه راه ها یکسان نیست، پایان همه یک راه هم مساوی نیست. بعضی از راه ها کج راه هست، بعضی راه ها مستقیم هست. باید صراط مستقیم را بشناسد و برود، بی راه را کج راه را بشناسد و پرهیز کند. همون ولو شاء ربک لآمن من فی الأرض كلهم جميعا. به رسول گرامی صلی الله علیه و آله وسلم فرمود شما اصرار نداشته باشید که مردم مؤمن بشوند. اون ایمان سودمند است که روی اختیار و آزادی باشد، و اصرار شما به این صورت که ما شما را تسلی بدیم، بگیم لا تذهب نفسک علیهم حسرات یا لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که این آیات در نوبت دیروز اشاره شد، سودی ندارد. اگر بنا شد کسی او را اجبار مردم را بر ایمان اجبار کند، این خداست نه تو، برای اینکه از تو کاری ساخته نیست، از غیر خدا کاری ساخته نیست که در دلهای مردم تصرف کند، اونها را به اجبار به ایمان بکشانند. ولو شاء ربک به مشیت تکوینی که اینها را الجاء بکند به ایمان، به آمن من فی الارض کلهم جمیعا. برای اهمیت مطلب هم کلمه کل ذکر شد هم جمیعا، منتها حالا از در اعراب یکی به صورت تأکید است، یکی به صورت حال. برخلاف فسجد الملائکه کلهم اجمعون که هر دو به یک روال است، کل و اجمع هر دو به یک روال است. اما اینجا کل مرفوع است، جمیعا منصوب است، یکی حال است، یکی مثلا تأکید است، ولی پیام هر دو یکی است. این اف انت تکرهو، تقدیم انت بر تکرهو با اون همزه و فا، نشانه آن است که اصلا اکراه ممکن هست، ولی مکره فقط خداست. خدا میتواند اجبار کند ولی اجبار نمی کند. بشر را آزاد آفرید، فرمود ما این که ما نبتلیه او را میازماییم، به قول حق من شاخد یومن من شاخد یک پر رو ماند یومن. و اینها هم طرفداران آزادی هم به آزادی تکوینی و تشریعی خلق میکنند. گاهی میگویند خدای سبحان بشر را آزاد آفرید، فرمود لا اکراه فی الدین و مانند آن، و از این بحری سو میبرند، یعنی بشر آزاد است، نمیشه اونها را مجبور کرد. بله تکوینا آزاد است که هر راهی را بخواد برود، چه راه بهشت و چه راه جهنم. اما هادیان الهی، انبیا، اولیا علیهم السلام، اون مأمور شدند که مردم را به هر وسیله‌ای از جهنم نجات بدهند.
این بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است که بلیت الناس علینا علیمه این دعونا هم لم یجیبونا و این طرفنا هم لم یهتدو به غیرنا. ما یه ابتلا و آزمون سختی با مردم داریم، اونا را دعوت میکنیم نمی آین، رها کنیم، راه داره زین نیست، این که نمیشد گفت بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. اون حالا مراحل نهایی است، ولی ما همجور مردم را رها بکنیم اگه یک راه دیگری بود بله، اما چون راه غیر از این نیست چیزی ما مردم را رها بکنیم. و این ترکنا هم لم یهدد و به غیرنا، اینه که ما در زحمت همیشه. اینجا هم همین طور است، بشر تکوینن آزاد است اما تشریعاً نقلاً و عقلاً آزاد است که بجهندم برود، یا هم عقل میگوید نرو، هم نقل میگوید نرو، یعنی دین میگوید نرو. بنابراین بین آزادی تکوینی و آزادی تشریعی فرق است. بشر تکوینن آزاد است و تشریعاً مأمور و مکلف. البته این تکلیف در حقیقت تشریع است، انسان مکلف نیست، مشرف است، چون همه این احکام به سود اوست. این چه نیست که باری بر انسان تحمیل بشود. اون سخن که انسان آیا حق دارد یا تکلیف، در حقیقت حق دارد، اما اون حق را ممکن است در اثر غفلت یا جهل موضوع یا جاهل حکم عمل نکند و شارع مقدس همون حق را به صورت باید تکلیفی به او تلقین میکند. باید نفس بکشی، باید غذا بخوری، آیا نفس کشیدن واجب از شرع انجامه؟ خب بله. این تو نیست کسی حق داشته باشد بگد من میخوام از هوای آزاد استفاده بکنم، میخوام نکنه، میخوام نفس نکشم. این طور نیست. غذا میتونم بخورم، میتونم نخورم، اینا حق انسان است. ولی همین حقوق به صورت تکلیف بیان شده، واجب است نفس بکشه، اگر نفس نکشید و مرد عذاب میشه، واجب است غذا بخوره، اگر غذا نخورد و مرد عذاب میشه، واجب است از نعمتهای الهی استفاده کند، نیاز بدن را تأمین کند، اگر همدن این کار را نکرد و مریض شد و مرد معذب است. همه تکالیف به حقوق برمیگردد. بالاخره این چه نیست که باری بر بشر تحمیل میکنه که بار دیگری رو ببره، بار خودش رو میبره و این بار به سود خود او هم هست. این طور نیست که بار دیگری رو ببره یا بار خدا رو ببره مازن، این طور که نیست. پس بشر تکوینن آزاد است، هر راهی رو میخواد برود مختار است، اما تشریعن آزاد نیست. اون آیات لا اکراه فی الدین، قل الحق من شاء فلیؤمن و هدی الله النجدا امثال ذلک، اینا نازل به آزادی تکوینی است. تا انسان هر راهی را که می رود یا به حسن اختیار یا به سوی اختیار، بالاخره کمال خود را دارد، حالا یا در طرف شقاوت صاحب می شود یا در طرف سعادت. ولی تشریعاً عقل و نقل را راه نمایی کردن که راه صحیح را طی کند. فبود و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تکره الناس حتا یکونوا مؤمنین. بعد فبود و ما کارن نفسن، حالا اینا عرض میکنیم که این اون چنان که جناب فخرالدین اصرار دارد که این آیات رو بر جبر حمل بکند، این ناتمام است. ایشون هم بین تکوین و تشریع خلط کردن. اصل اکراه را قبول کرده، منتها این اف انت ناظره به این است که تو نمیتونی. یه وقت است که میخوام بگم که اتو کره الناس، آیا اکراه میکنی تو مردم را؟ این دلالت ندارد به اینکه اکراه ممکن است. این نمیتواند اکراه کند، اما دیگری میتواند اکراه کند یا نه، این رو جراح ندارد. اما اف انت تکرهو، یعنی اصل اکراه ممکن است، ولی اون کسی که مکره است آیا تویی؟ یه وقت است که انسان یک چیزی رو تو سنگی رو تو بیابان پیدا کرده، میگه این سنگ مال کیه؟ اما یه وقت است نه، یه سنگی است در یه جایی که براخره پیداست که وسیله یک هم بسیر نقلی از جای آمده اینها بگن مال جناب عالی، این مال جناب عالی، یعنی سنگ صاحب داره، اون صاحب شما یا دیگری. ما هم در تعبیرات ادبی اون فرق می‌ذاریم. این سنگی که تو بیابونه نمیگه مال جناب عالی یا نه، اون معلوم مال کسی نیست. اما یه سنگی که از جای آمده توی کوه برزن هست میدونیم صاحب داره، اما نمیدونیم صاحبش زیده، میگیم آیا زید صاحب اینه. این اف انت نظر به اینه،
که آیا جناب عالی اقرار میکنی؟ یعنی عهد اقرار هست، ولی تو اقرار نمیکنی، خدا اقرار میکنه. تو خدا هم میتواند لیکن ایمان نمیکنه این رو، چون کمال نیست برای بشر. اف انت تقرب الناس حتى يكونوا مؤمنين. در جریان کفر هم همینطور، ایمان و کفر هر دو اینطور. فرمود که ایمان عبارت از آن است که انسان وارد در حسن الهی بشود. کلمه لا اله الا الله، حسن این لا اله الا الله در حقیقت همون ایمان است، به دلیل اینکه به شروطها و عدم شروطها وقتی توحید باشد و ولایت باشد همه مسائل حل است. کلمه لا اله الا الله حسن این قلعه است، این دژ است. اگر کسی بخواد وارد این دژ بشود باید به اذن دژبان باشد. لذا فرمود به این که به ما کانون نفس لن تؤمن الا بإذن الله. کسی بخواد وارد در این قلعه بشود، در مأمن وارد بشود، تا خدای سبحان اذن نداد کسی نمیتواند. این اذنم اذن تکوینی است، اذن تشریعی که بار آمست و دعوت کرد، همه را دعوت کرد که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدا للناس. این تعبیرات یا ایها الناس یا ایها الناس اتقوا نارا وقودها الناس والحجاره فاتقوا كذا اتقوا كذا اعملوا كذا اقيموا كذا، این دعوت عمومی است، بار عام است که فرمود بیا تو قلعه، بیا تو مأمن. این اذن تشریعی است، نه تنها اذن است، امر است، واجب است. اگر کسی به سوی اختیار خود نرفت عقاب می‌شود. فوق اذن است، امر است، تشریع است. اما حالا اگر کسی بخواد این توفیق رو پیدا کنه تا خدای سبحان این نعمت را و این توفیق را عطا نکند، کسی نمیتواند وارد این قلعه بشود. خدا این توفیق را به خیلی ها داد، فطرتاً به همه داد، هیچ کس را از این نصاب لازم توفیق محروم نکرده است. چون انسان گرچه از نظر بینش هم بد و میفهمه هم خوب میفهمه، فالهمها فجورها و تقواها، و اما از در گرایش این چیزی نیست که یکسان باشد، هم نسبت به بد گرایش داشته باشد هم نسبت به خوب. انسان فطرتاً به طرف خوب گرایش داره، این چیزی نیست که هم به طرف گناه گرایش داشته باشد هم به طرف ثواب، هم اطاعت هم عصیان علی ثواب، این طور نیست. از نظر مسئله بینش به علم یکسان هم فجور رو میفهمه هم تقوا رو، فالهمها فجورها و تقواها. این دونست که تقوی رو خوب بفهمه، فجور رو بد بفهمه یا کم بفهمه، نه، بدی رو هم به خوبی میفهمه بده، خوبی رو هم به خوبی میفهمه خوبه. این مال بینش. اما گرایش، کشش، این اصلا طرف خوبی خلق شده است. فاقیم بچه که دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، این گرایش فطری به طرف خوبیه. هیچ بچه طبعا دروغ نمیگه مگر اینکه با شوخی و غیر شوخی کم کم دروغ یادش بده، خلاف هم همینطور. بشر طبعا به هر دو طرف مائل نیست، فقط به طرف خوبی مائله، ولی شهوت داره، غضب داره، اما شهوت هم دو تا مصداق داره، غضب هم دو تا مصداق داره، هم به طرف حلال هم به طرف حرام. این چیزی نیست که این یکسان به طرف معصیت مائل باشه، این چیزی نیست. مشتهای او هم مصداق حلال داره هم مصداق حرام، مهر غضب او هم مصداق حلال داره هم مصداق حرام. غضب به جا میشه دفاع مقدس 8 ساله و مانندان که نعمتی، که غضب چیز بدی نیست، بی جاش میشه معرض. فطرتاً بشر به طرف فضیلت یک گرایش داره، نه سر دراه. اگر شهوت دارد، اگر غضب دارد، شهوت حلال حرام دارد، غضب حلال حرام دارد، ولی این به طرف اون قسم حلالش گرایش دارد. بقیه دیگه شهوت کاذب است و غضب کاذب. پس بنابراین ذات اقدس الهی تشریعاً همه را امر کرده، مافوق اذن بر همه واجب کرده که وارد این قلعه بشوند، به حسن الهی راه پیدا کنند، به ایمان بیارند، و اون نصاب لازم را هم به همه داده است. اما بخش سوم، اون گرایش زائد، اون فیض جدید، اون رو تا مجددا ذات اقدس اله به کسی ندهد بهره کسی نخواهد شد.
خودش نمیتونه پیدا کنه، چون داخل ما بکن من نعمتن فمن الله. این که کسی بگوید خدا ناکرده بگد من 30-40 سال درس خوندم، خودم زحمت کشیدم عالم شدم، یا خودم زحمت کشیدم این مالو به دست آوردم، این هم حرف قارونه، این دیگه حرف موحد نیست. اگر کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، خب او هم همین حرف زد، گفت انما اوتیتو علی علم عندي. مگر قارون غیر از این گفت؟ مگر بیش از این گفت؟ گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. این من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم آیه ما بکن من نعمتن فمن الله را ندیدن است. خب خیلی ها زحمت میکشن پیدا نمیکنن، و خود زحمت، درک این کار، توفیق این کار، قدرت این کار، همه نعمت است، مشمول این آیه است ما بکن من نعمتن فمن الله. بنابراین ما همیشه در کنار سفره خدا نشستیم و همواره به دهکاریم، اینطور نیست که چیزی از خودمون داشته باشیم. فرمود کسی بخواد وارد این قلعه بشود، اینم توفیق الهی است. و ما قال نفس ان تؤمن الا باذن الله. حالا این آیه که روشن شد، چندین خلطی که جناب فخر رازی به اون مبتلا شدن عرض بود. این درباره ورودی در این قلعه امن. اینی که درباره ولایت است امیر سلام الله علیه بار شد که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، نه یعنی در نظام هستیم و دو تا قلعه داریم، دو تا دژ داریم، دو تا دژبان داریم، یه دونه قلعه است، یه دونه دژ است، یه دونه دژبان است، منتها در ورودی داره، اون دالان ورودی داره. اینی که بوجود مبارک امام هشت نفر به شرطی ها و به شروطی ها و علمی شروطی ها، این را قبل از وجود مبارک امام هشت از ائمه دیگر هم رسیده است، از وجود مبارک امام باقر و ائمه دیگر هم رسیده است که ما شروط این دژیم. یعنی شما بخواد وارد بشید بالاخره یه ورودی داره دیگه، یک دالان ورودی داره دیگه، ما دالان ورودی هستیم. بیراه برید راه نیست. اگر ما حساب بگیم پیغمبر همه ما این 13 نفر باب این مدینه علمی، فرق ندارد او مدینه علم است، ما باب او رو بخواد حساب بکنید در روز مبارک پیغمبر را که ما هم در خدمت او هستیم علیه السلام، او باب این حسنه. یعنی ذات اقدس الهی که فرمود کلمه توحید حسن من است، این حس برای دری داره دیگه، درش علی و اولاد علی، یعنی پیغمبر و آل پیغمبر علیه السلام. یعنی این 14 معصوم که طبق بیان نورانی زیارت جامعه نور واحدن، این نور واحد در ورودی بلاخره. خب دو تا قلعه نیست که قلعه ولایت جدای از قلعه توحید باشه، اوی دستگاهی باشه جدا و دستگاهی باشه جدا، ولی که شرط که یک پیمان مستقلی نیست، این وابسته است به اون مشروط. فرمود اون قلعه، اون حس مشروط به ولایت است، نه اینکه ما یه حس جدایی داریم. و این به شروطی ها و علم شروطی ها که از علمان مستنام خیلی رسید، تا رسید به وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه و آله، این بیانگر اون حدیث شریف است که ولایت علی ابن ابی طالب نیست. خب پس اگر کسی بخواد وارد این قلعه بشه، مهمان بشه، این یک توفیق جدید میخواد. پس این شده سه بخش: دعوت عمومی، اذن فطری، اذن زائد به توفیق عملی که انسان که آمد اون گرایش ها رو به هم نزنه. این بخش اول به آیه، یعنی صدر آیه. زیر آیه مقابل ایمان را ذکر میکند، اما این چیزی نیست که کفر بتواند در مقابل ایمان باشد، که مثلا ایمان اونه کفر اینه، در حد پایا پای هم باشن، مزامله هم باشن و همتای هم باشن. تعبیرات قرآن کریم در باره ایمان و کفر خیلی فرق میکند. ایمان را همیشه بالا ذکر میکنه، کفر را پایین ذکر میکنه، برای او درجه است، برای این درجه است و مانند دار. اینجا مرازه فرمید، فرمود به ما کار نفس ان تؤمن الا باذن الله، اما دیگه نفرمود به ما کار نفس ان تکفر الا باذن الله، اینجور نفرمود. بخش همون مطلب است، همون مطلب است، اما کفر که اذن نمیخواد. خب کسی نخواد بیاد که اذن نمیخواد، آمدن در قلعه، آمدن و مهمان شدن اذن میخواد، تمرد و تنمر و نیامدن و قهر کردن که اذن نمیخواد. اذن تکوینی شمیل است، فرمود اذن تکوینی عبارت از پلیدی و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون.
خب پس اینجا دو مطلب در قبال اون دو مطلب است. پس ما چهار امر داریم، یکی ایمان در قبالش کفر، یکی مؤمن در قبالش کافر. در برابر ایمان این امور چهارگانه را گاهی به این صورت ذکر می‌کنند که مؤمن عاقل است و کافر مجنون است، دیوانه است، لایعقل است. مانندان گاهی اینجور ذکر می‌کنند، این میشه کتاب عادی. گاهی ایجاز معجزانه است، یعنی متنی حرف می‌زنند و معجز بودن را با این ایجازش تبیین می‌کنند. وقتی انسان در خدمت قرآن باشه میفهمه به این که این دو امر که در مقابل اون دو امر است، معلوم میشه اون دو امر چیز دیگه است. بیان زالش اینه، اگر فرمود زیج را خدا بر لایعقل میفرسته، معلوم میشه از کفر رجس است، پلیدی است، قهرم ایمان طهارت است و مؤمن طاهر است. که فیه رجالون یحبون ان یدهر، این یک رو تقابل. و چون کافر لایعقل است، مؤمن عاقل است، چون عقل ما عابد به الرحمن و اکتصر به الجلال است. اون این نور را دارد، کافر لایعقل است و مجنون است و جنونش در قیامت ظاهر می شود. این دو مطلب، این دو مطلب از بخشای ادبی این آیه در می آید. بحث سوم، مطلب سوم این است که تعلیق هوش مشعر به علیت است. خب سوال ذات اقدس الهی، چرا این پلیدی را و رجس را اگر می فرمود ما بر کافر رجس را حاکم کردیم، اومد این سوال می شود که میشه جبر، ولی نه فرمود کذالک یجعل الرجس علی الکافرین، فرمود علی الذین لا یعقلون. فعل را به اینا اسناد داد و از اینها سلب کرد، یعنی اینها به سوی اختیار خودشون آمدن، نمیخوان بیندشان چیز بفهمن. یه وقت اسم بگیم بر مجنون رئیس میکنن، خب این مکلف نیست. اما وقتی که میگیم افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یتعملون و مانند اون، یعنی اینها به سوی اختیار خودشون فکر نمی کنن و تعمل نمی کنن و می توانند به حسن اختیار خودشون تدبر کنند، تعقل کنند و مانند اون. وقتی فرمود و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، یعنی این جواب اگه اون سؤال مخفی باشد، این جواب سؤال مقدر است. خب چرا ذات اقدس الهی پلیدی را بر اینها می فرستد؟ می فرمود آخه این عاقل نیستن، ما هرچی میگم فکر کنی فکر نمی کنن. بعدم در بخش دیگر اینو توضیح داد که رجس یه امر وجودی نیست که ما بفرستیم، ما اینا رو بار خودمون رها میکنیم. اینو تو بخش اوائل سوره مبارکه فاطر بیان کرد که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و یمسک فلا مرسله. این آیه که در اوائل سوره مبارکه فاطر است شاید ده ها بار اینجا مطرح شد، که این از محکمات این بخش از قرآن کریم است که خدای سبحان هرگز کسی را گرفتار نمی کند، بلکه اون لطف خود را از این می گیرد، او را به حال خودش رها می کند. خب اگر لطف خدا گرفته بشه، انسان به حال خودش رها داشته بشه، انسان فیض از کجا بگیره؟ اینی که لا تکلی لا نفسی تر خدا این یردار، یه چیزی خدا به انسان بفرسته به عنوان رجس و زلالت و امثال ذلک نیست. اون فیض خاص خود را امساک می کنه و ما یمسک فلا مرسله. بخش اولش این است که ما یفقه الله للناس من رحمتن فلا ممسکه، در ایلا که خدای سبحان بخواهد بر اساس رحمت روی کسی باز کند، هیچی نمیتونه ببند. حالا اگر اون در رو باز نکرد، این باز نکردن که امر وجودی نیست، این لطف رو نمی کنه. چندین بار لطف کرد، فیض داد، دید این شخص نبذو کتاب الله برا ظهوره، چندین بار خدای سبحان فیض می فرستد لعمدن عالمن آمدن این شخص به اعتراض کنند، بعد فیض خودش جذب بکنه. دیگه کسی هم نیست که این در رو باز بکنه. وقتی انسان از فیض الهی محروم شد،
خودش از تو نیازهای خودش، کسی که نمیتونه نیازه او رو برطرف بکنه. خب همون یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. پس این تعلیل روش بر وسوسه یک، اون کفر به صورت رجس و پلیدی این دو، و اذن ذات اقدس اله در باره کفر کافران بازگشتش به این است که اینا رو با خودش رها کرده، سه. اون وقت در اون آیاتی که در سوره مبارکه نور به مانند آن است که اگر فضل خدا نبود هیچ کدام شما اهل طهارت نبودید، بر اساس این است که بالاخره طاهر شدن، مؤمن شدن، عالم شدن، عاقل شدن نعمت است دیگه، امر وجودی است و نعمت است. هر امر وجودی باید به ذات اقدس اله منتهی بشه، هر امر نعمتی باید به ذات اقدس اله منتهی بشه. اون از کفر و معصیت و سایر نقصان‌هایی که نقص و عیب و عدم برمیگرده، اینکه به ذات اقدس اله منتهی نمیشه. این منشأش همین جهل خود انسان است و سوء تدبیر خود انسان است و امثال ذلک. اینه که اون نداره که تو روایات ما هست، ائمه علیهم السلام تو روایات اسلامی هست که آخر و من یشوع ارحم الراحمین دیگه. منتظر ذات اقدس اله از چی شفاعت میکنه، شرایط شفاعت چیست، خود خدای سبحان میدونه. برابر این که رحمت خدا بیش از رحمت های دیگه است، او ارحم الراحمین دیگه، ولی ارحم الراحمین بود، سعی رحمت او، سعی لطف او بیش از هر موجود دیگر است. از اول از اینجا شروع می شود، لا شفیع عنده من توبه، هیچ شفیعی سودمندتر از توبه نیست. بعد به شفاعت اولیا و انبیا علیه السلام، تحریمت علیه السلام، اینش رو منتهی میشه تا برسه به آخر من یشفع ارحم الراحمین. بله خدای سبحان بخواهد ببخشد کسی که نمیتواند جلوی لطف او را بگیرد، که ولی خودش فرمود من از مشرک نمی باشم. نه اونها چه روایات تینت و امثال اونها و چه ادله دیگر، همه اینها در حد اقتضاست، چه در بخش منفی چه در بخش مثبت. اونجا که دارد کسانی که ناپاک زادن ایمان نمی آورن، یعنی ایمان آوردن و بهش رفتنشون سخت است، نه اینکه مجبور به کفرن و مانند آن. در جریان کفرم همین طور است، این کار کار وجودی است و منشأ این کار وجودی هم یعنی کفر و معصیت و اینها هم نفس خود این شخص است، و نفس این شخص هم بعد از آن است که چندین بار ذات اقدس اله فیض رو به او داده که او راه نمایی بشود، او عمدن نبذ و کتاب الله برای ظهورم جز این گروه شد، بعدا او رو بار خودش رها کرده، وقتی بار خودش رها کرده اون کار بد انجام میده. نه اینکه خود این نپذیرفتن ما موظفیم که بپذیریم، ترک این وظیفه خودش باعث ورودی در جهنم است. موظف این وقت است کسی چارت خلاف هم کناش زعیم بکند، این وقت است نه نمیپذیرد. همین نپذیرفتن این چنین نیست که عدای محض باشد، این عدای ملکه است و پیل اختیاری است، فعل اختیاری است، تصدیق کردن، تکذیب کردن، قبول کردن، نکول کردن، همین افعال اختیاری است. این چی نیست که رفتن فعل اختیاری باشد، نرفتن فعل اختیاری نباشد که. حالا کسی مکه نرفته، خب اقاب میکنند برای این که رفتن واجب است، او ترک واجب کرده، نه نرفتن حرام باشد که شخص دو تو اقاب بکنند. مکه نرفتن که حرام نیست، مکه رفتن واجب است، ترک واجب اقاب دارد دیگر. ترک صلات اقاب ندارد که امر عدمی باشد، که ترک صلات حرام باشد فعل صلات واجب، این شخص دو تا اقاب بکنن، یکی این که اون فعل انجام نشده، یکی این که ترک شده. این ترک صلات حرمتش برای این است که واجب ترک شده، این شخص مکلف بود با حسن اختیار خود این فعل رو انجام بده، این کار را با سوء اختیار خود نکرد، برای همین هم معاقب می شود. خب پس اون چه در سوره بارک نور مانند آمده آیه 21 سوره نور که
لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن. برای همین است بالاخره هر کی تزکیه کرده، تعلیم پیدا کرده، به جای رسیده، نعمتی است دیگر. این نعمت ما بکن من نعمت فمن الله در حد اقتضاس، نه علت تامه. هیچ چیز انسان را به حد علت تامه نمیرساند، طوری که اختیار را از انسان بگیرد، چه در طرف فضیلت چه در طرف رذیلت. اگر گفته شد ناپاک زاده کمتر توفیق پیدا میکند، یعنی بر او سخت است، نه اینکه محال است. تکلیف هست، اختیار هست، آزادی هست، منتها بر او صعب است. در هیچ موردی اختیار از انسان گرفته نمیشود. اما جناب امام راضی اصرار دارد که این را بر جبر هم کند، که اگر خدا بخواهد میتواند، چون خدا نمیخواهد پس بنابرای اینا ایمان نیاوردن. و از اون طرف هم سوال بکنید، بگی خب اگر اینها مجبورن در کفر، چرا خدا عده رو جهنم میبرد عده رو بهشت؟ من لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اون آیه نورانی سوره مبارکه انبیا که معنای دقیقی دارد، اینو به سبک دیگری معنای کردن. چون که این اشاعره که جناب فخرازی از همین گروه هست، منکر اصلق و عقلیان، این و ما کانان نفس ان تؤمن الا باذن الله را، این نفی را نهی گرفته، نهی شرعی گرفته. نه کسی، هیچ کسی حق ندارد قبل از اینکه خدا دستور بده ایمان بیارید، ایمان بیارن. چون منکر حسن و قبح عقلی هم، یعنی میگن عقل چیز را به عنوان حسن درک نمی کنه، عقل چیز را به عنوان قبیح درک نمی کنه. عقل منهای نقل بایدی ندارد، عقل منهای نقل نبایدی ندارد. پس حالا کسی خدا را شناخت، حالا اشتغال به معرفت خدا، به شکر خدا و مانند داشته باشد، لازم نیست. بله اگر دینی آمد و پیامبری آمد و دستوری داد که شما خدا را بشناسید و به ایمان بیارید و در برابر نعم شاکر باشید، بله برسان لازم است، وگرنه لازم نیست. این اثر سوء اون انکار حسن و قبح عقلی است. اون حسن و قبح عقلی را منکر شدن باعث است که این آیه نورانی که معنای لطیفی دارد، این نفر به صورت نهی بگیرد. بعد میگه هیچ کسی بدون دستور شرعی حق ایمان ندارد. ما کان نفسه، در حالی که ناظر به تکوین است و هرگز منکر الحسن و قبح عقلی نیست. چه این که اصل این کار که ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن امر قلبی است، قلب در اختیار مقلب القلوب است و لا غیر، و این کار طهارت است و نصیب هر کس نخواهد شد. اگر کسی بیراه رفته است، خدا توفیق را از او میگیرد. وقتی توفیق از او گرفت، هر چه معجزه ببیند باز ایمان نمی آورد. چون که آیه 96 و 97 همین سوره مبارکه یونس قبلا بحث شد که ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيه. هر معجزه‌ای هم که بیاد اینا ایمان نمی آورند، مگر که حتی ایر و عذاب الی. چون که در آیه 111 سوره مبارکه انعام به همین صورت آمده است، ولو اننا نزلنا عليه الملائكه وكلمه الموتى و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. اگر فرشتگان برای اینا نازل بشوند، مرده ها زنده بشوند، رو در رو با اینها سخن بگویند و هر چیزی را که از دست دادن محشور بکنیم در مقابل اینها قرار بدیم، تا خدا نخواهد اینا ایمان نمیارند. این فهمیدن فخرازی این آیه را دلیل بر جبر گرفته، در حالی که ناظر به مشیت تکوینی. الحمدلله.